خب ما ممکنه وقتی فاینال کات رو باز کردیم یادمون رفته باشه که دک رو روشن بکنیم و حالا دک اکسترنال ما خاموشه و فاینال کاتون رو نمیبینه. شما میتونید بیاین توی قسمت ویو ریفرش ای وی دیوایسز رو بزنید و تمام پورت ها رو فاینال کات یک بار چک میکنه. اگر چیزی خاموش بوده باشه حالا روشن شده باشه شما میتونید ببینیش. یه تنظیمی که توی آدیو ویدیو سیتینگ شما دارید میتونید بیاین توی ای وی دیوایسز توی تب آخر و اینجا different output for edit to tape print video رو روشن بکنید. وقتی شما این output رو روشن میکنین توی این لیستتون اون دیوایس اکسترنالتون لود میشه و دیده میشه و حالا دوربین دیجیتال باشه یا باکس ادیتی که حالا مثل آژه آی او یا هر چیز دیگه ای اینجا دیده میشه، میتونید انتخابش بکنید. و طبیعتا وقتی توی فاینال کات شما پلی بک انجام میدید تصویر شما رو هم اینجا نشون میده هم روی اون دیوایس اکسترنالی که دارید، یعنی خروجیتون روی هر دوتا دستگاه، یعنی هم توی کامپیوتر هم توی اون دکتون میتونید داشته باشید. آدیو ویدیو سیتینگ شما به غیر از خود قسمت آدیو ویدیو دیوایسز که الان خدمتون گفتم یه نکته های مهم دیگه هم داره. یکیشون این تنظیماتیه که یعنی یک سریشون تنظیماتی هم که این بالا داریم. یک دیوایس کنترل پریست شما دارین، کپچر پریست داریم و سیکونس پریست داریم. این پریست ها تنظیمات از قبل آماده ای هستن که خیلی عمومی هن و اپل برای راحتی کار شما اینجا براتون قرار داده. شما زمانی که در واقع توی ایزی ستاپ میاین و یکی از این لیست های بلند بالایی که اینجا هست انتخاب میکنیم، اگه آل فرمت رو بزنم اینجا هم آل ریتس رو بزنم و یه لیست خیلی طولانی دارم، در واقع یک دونه از همونها رو لود میکنید. به طور مثال شما پال 25 فریم و حالا خب خیلی محدود میشه انتخاباتتون. شما توی آدیو ویدیو سیتینگ تنظیمی که انجام میدید میتونید یک ایزی ستاپ ازش درست بکنید. اما خب حالا این تنظیمات چطور هستن و چجوری میتونید این کار رو انجام بدید توی قسمت بعدی با هم میبینیم.